اقدام وزیر دادگستری بهرین در معرفی خطیب مسجد جامعه امام صادق منطقه الدراز با واکنش تند شیعیان این منطقه همراه شده است ساکنان منطقه الدراز بهرین ضمن اعلام مخالفت با اقدام وزارت دادگستری این کشور در معرفی خطیب مسجد جامع الدراز خواستار جلوگیری از دخالت این وزارتخانه در مسائل دینی شیعیان شدند خبرها حاکی از اقدام خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری بهرین در معرفی خطیب مسجد جامع الدراز پیش از اجازه برگزاری مجدد نماز در این مسجد است. ساکنان الدراز در بیانیه اعلام کردند اگرچه پس از دو سال محاصره منطقه الدراز حدود یک ماه قبل این محاصره پایان یافت اما مقامات رسمی بهرین همچنان از برگزاری نماز جمعه در این منطقه جلوگیری می کنند و آن را ممنوع اعلام کردند. در این بیانیه آمده است نماز یک فریضه کاملا دینی است و هیچ ارگان یا شخصی حق دخالت در این زمینه و تعیین شیوه روش و یا ملزومات آن و اینکه چه کسی در آن نماز بخواند و چه کسی امام جماعت آن شود را ندارند این بیانیه افزود آنچه مقامات بحرین انجام می دهند مصادره آشکار حق برگزاری مراسم های دینی از طریق تلاش برای اعمال یک رویکرد خاص است که به طور مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد اهالی الدراز اعلام کردند 118 هفته است که به بحانه های مختلف از برگزاری نماز جلوگیری شده و این چیزی است که هیچ دینی آن را تایید نمی کند و هیچ شریعتی راضی به آن نمی شود و هیچ قانونی آن را نمیپذیرد.